میدونی چرا ما نمیتونیم زیاد جوابشون رو بدیم؟ چون به راحتی تکفیر میشیم. چون ابزار برچسب زدن برای کسی که حرف نوی میزنه راحتتر از اون کسیه که روی مواضع سابقی استاده. ببین کسی که داره حرف‌های سابق رو میزنه شما رو به راحتی نمیتونی بگید دین این نیست، دین عوض شده. امروز اقتصاد جامعه ایجاب میکنه که تو اینجوری رفتار بکنی وقتی که رهبری فتوا میده در یه موضوعی نظر میده خیلی راحت میشه ولی وقتی تو در مقابل او میخوای وایسی تو برچسب میخوری تو تکفیر میشی به مثال حقوقی ملموس به شما بزنم ما یه حکمی داشتیم 1400 سال همه ی علما فتوا دادن که اگر پنجاه نفر قسم بخورن آقای الف آقای بیو کشته این قسامه است این قصاص میشه اگر پنجاه نفر نبود یه نفر بود یه نفر باید پنجاه تا قسم بخوره همه این فتوا رو داده بودن آقای خامنه تو این جامعه داشت زندگی میکرد دید آقا یه نفر اومده به دروغ داره, داره قسم میخوره پنجاه بار یه نفر یه نفر کشته گفت این حکم به شدت محل تردیده فوری مجلس شورای اسلامی یه طرح برد قانون رو عوض کرد گفت اگر این اتفاق افتاد نمیتواند یک نفر چند تا قسم بخوره و بعد پنجا نفر آدم باشن قسم بخورن از اون مشکل حل شد ببینم اگر کسی زعیم جامعه اسلامی نبود مشکل قوه رو نمیدید آقای شاهرودی سال 78 آمد نشست در قوه قضایی با آقای شاهرودی که سال 88 از قوه قضایی رفت یک فقیه دیگری بود چون آمد دید اونجا یه اتفاق دیگری داره میفته خب. ولی اینو دارم به شما میگم اون کسی که روی نصوص و روی نظرات و اون کسانی که مراجعن رفرنسن تکیه میکنه اون نیازی به استدلال نداره چون اون داره حرف اون قدیمی ها رو تکرار میکنه من اگر بخوام بگم این موسیقی موسیقی متعالی آقای دب تو صدا سیما صحبت،, صحبت کرد و گفته که بعضی موسیقی ها ممکنه به وجود بیاد که ارزش داشته باشه شما آخر هفته بلیت بگیری بری کنسرت بشینی گوش کنی همچین حرفی زدش شنیدم که زده شده اینو یکی بعد بتونه هنر داشته باشه ازش دفاع بکنه کسی به مثلا در حد و اندازه ای من بخواد بیاد ازش دفاع بکنه فوری تکفیر میشه در عین حال من و امثال من که در این جایگاه هستیم مثلا من یه طلبه یه حقوق خوندم من که مرجع نیستم که بیام رفرنس بدم اصلا نظرم احتمال 90 درصد صاحبم نیست اما چرا من رو همیشه رو شهید بهشتی تکیه میکنم شهید بهشتی انقلابی بودنش هیچ زیر سوال نرفت شهید بشتی علم دینیش از جمله فقه و اصول عرفان و فلسفه هیچ وقت زیر سوال نرفت انسان شناسیش جامعه شناسیش زیر سوال نرفت اروپا دیدگیش درس خوندنش در آکادمی زیر سوال نرفت جامعه رو شناخت آمد شروع کرد با جامعه گفتگو کردن یه عدی زیادی دورش جمع شدن آقا به عنوان رهبر خیلی محظورات داره که خیلی از حرفا رو بزنه بالاخره رهبر دیگه باید یه جامعیت رو حفظ بکنه اگر آقا رهبر نبود واقعا یه امام موسا صدری بود یه شهید بشتی بود که خیلی میتونست به جامعه کمک کنه الان وظیفه دیگری رو داره انجام میده